در اسلام. گفتیم که اصلا اگر کسی توحیدش درست نباشه چیه؟ وارد اسلام نیست. و توحید یک امر محوری و یک قلب پمپاژ کننده اسلامه که همه دور لا اله الا الله میچرخه. خب طبیعیه زمانی که ما مثلا مثال میزنم ما کفر به طاغوت رو باید انجام بدیم، از لازمه توحید ما مثلا مبارزه هست و عمل، مثلا جهاد فرض بکنه، جهاد به عنوان یک امر مسلمی است که با طاغوت باید چه کرد؟ جهاد کرد. حالا به چه صورته؟ خب جهاد به همینطوری شکل نمیگیره، باید یک افرادی باشن، باید یک جامعه ای باشه. اینجاست که موالات اهل ایمان هم واجب میشه، موالات اهل ایمان برای تشکیل جامعه اسلامی. و جامعه اسلامی وقتی میخواد شکل بگیره باید جامعه قوانین داشته باشه، باید جامعه مدیریت بشه، جامعه باید مدیریت بشه. و طبیعیه چیزی که ما نمیتونیم ازش به اصطلاح صرف نظر بکنیم، به ضرور هر انسانی میفهمه که یک اجتماع نیاز به مدیریت داره، جامعه باید مدیریت داشته باشه. یکی از مشکلات ما واقعا در جامعه امروزی ما مشکل مدیر خوبه، جامعه ما با مشکل بحران مدیریت مواجهه. این امر جدی بگیرید، ما نیاز به یک مدیر خوب داریم که بتواند بر اساس خدا جامعه را مدیریت بکنه. میشود جامعه را مدیریت کرد، کفر مدیریت بکنه اما افرادش مسلمان باشن؟ امکان داره کفر مدیریت جامعه رو بکنه اما افرادش در ظاهر ادعای اسلام دارند؟ و در ساختمان چی؟ واقعا در ساختمانی که کفر درست کرده یک خشتش هم مؤمنین قرار میگیرن ولی نتونسته مدیریت بکنه. توحید میخواد که خودش جامعه رو بسازه و مدیریت بکنه. حالا اینجاست که فرضاً ما مثال میزنیم برای اینکه ما بتونیم جهاد بکنیم باید جامعه باشه، جامعه هم نیاز به قانون داره. اینجاست که قوانین مدنی وارد میشه، قوانین مدنی اسلام به خاطر این وضع میشه. نیاز به اقتصاد داریم، اقتصاد اسلامی حالا وارد میدان میشه. طبیعی اگر اقتصاد نباشه جامعه از هم چیه؟ فرو میپاشه. پس برای بقای جامعه نیاز ما به چی داریم؟ به اقتصاد اسلامی داریم. اینجاست که اقتصاد اسلامی سر در میاره، اونجاست که ما نیاز به قضاوت داریم، قضاوت هم سر در میاره، نیاز به آداب به اصطلاح رفتارهای اجتماعی داریم، صله رحم و فلان اینها داریم، اینا هم سر در میاره. کل احکام اسلامی همینطور حالا بالا میاد بر محور توحید. جامعه که مثلا ما شکل دادیم دیگه، مثلا وقتی جامعه شکل بگیره خب خونه لازمه، ماده لازمه، طبیعی است که انسان نیاز به ماده داره، لذا ما لازمه که قوانین مادی هم یاد بگیریم. خونه میخوایم درست بکنیم، میخوایم جهاد بکنیم، نیاز به تسلیحات داریم. اینجاست که باید علم به اصطلاح علم فیزیک وارد میدان میشه به عنوان یک امر شرعی و دینی و توحیدی. پزشکی میاد وارد میدان میشه به عنوان یک امر توحیدی. شیمی میاد وارد میدان میشه، مهندسی معماری میاد وارد میدان میشه و علوم به این صورت وارد میدان میشن و همه در خدمت توحید و جامعه توحیدی به این صورت شکل میگیره و جامعه بر مبنای توحید شکل گرفته. شاید اعضاش هم ما یک یهودی داشته باشیم، یک کمونیسم داشته باشیم، یک نمیدونم مسیحی داشته باشیم، یک بودایی داشته باشیم، ولی این یهودی و مسیحی و بودایی همه در خدمت توحیدند، در زیر مدیریت توحید واقع شدن. حالا همونطوری که احتمال داشت ما هم در زیر مدیریت کفر واقع بشیم، کفرم میتواند در زیر مدیریت توحید وارد بشه و این حالا جامعه، جامعه توحیدی است. و اگر افراد مسلمان باشند و جامعه بر مبنای توحید نباشه جامعه طاغوتی است، ولو اینکه افرادش چی هستند؟ مسلمانند، به ظاهر مسلمانند، جامعه چی میشه؟ طاغوتی میشه، فرقی نمی کنند. و این به عنوان یک اصل و اساسه که ما برای اینها هم برای به اصطلاح مسائل توحیدی لازم به همه این مسائل داریم و توحید ما هم بر همین مبنا شکل میگیره. گفتیم که جامعه یک ارگانیسم، یک چرخ ارگانیسم، یعنی یک دستگاهی است که باید چه بشه؟ همه با هم در ارتباطن، مثل یک ماشین. ماشین یک ارگانیسمه، یعنی
قطعاتش باید با هم هماهنگ بشن و حرکت بکنند و جامعه هم به همین صورته. پس باید اینا باید با هم هماهنگ بکنند. وقتی هماهنگ شدند حالا میشه چه؟ حالا میشه جامعه توحیدی. الان وقتی جامعه ما اصل توحید ما نداشته باشیم، جامعه شما تصور بکنید، ما علم میاریم، الان گفته میشه نه، هرچه جامعه علم میاد داخلش لامذهبی بالاتر میره، هرچه مثلا طرف مسائل علمی بیشتر یاد میگیره لامذهبی بیشتر میشه. چرا؟ چون جامعه از جهت مدیریت و محوری توحیدی خارج شده و محور توحید که خارج شد شرک میاد، افرادم مسلمانند. حالا ما وقتی علم رو قطعات و خشت‌های از غرب رو میاریم در اسلامی، در جامعه اسلامی چون توحید نداره، خود به خود به صورت مبنای توحیدی چی میشه؟ مبنای جامعه، مبنا مادی میشه. وقتی مبنا مادی شد، شما هر چی قطعات بیارید از توحید دورتر میشه، از اسلام دورتر میشه، مشخصه. هر چی علم بیشتر، لامذهبی بیشتر. چرا؟ چون محوریت جامعه بر مبنای توحید نیست، از توحید خارج شده و ما فقط توجه به یک سوریات کردیم، یک ظواهر اجتماعی کردیم، نه اومدیم محور رو درست بسازیم. برای اینکه یک جامعه رو بر اساس تو درست بسازیم، باید محورش رو درست بکنیم. اما اگر محور ما توحید باشه، حالا وقتی قطعات وارد اسلام میشه، در خدمت اسلام قرار میگیره، نه بر علیه اسلام، چون جامعه اسلامیه. و اینجاست که ما از متون، از اطلاعات کفار استفاده میکنیم در خدمت توحید. اما اگر محور نباشه، طبیعی جامعه به چی میره؟ رو به زوال میره و رو به معیاری که غرب داره دیگه. جامعه غرب بر این مبنا بناست، بیشترین لذت برای بیشترین افراد، بیشترین لذت برای بیشترین افراد. اما خدا، جامعه دینی، بیشترین عبودیت برای بیشترین افراد. این مبنای ماست، لا اله الا الله، برخلاف مبنای جامعه طاغوتی. و طبیعیه وقتی که طرف لذتش میگه بیشترین لذت برای بیشترین افراد و لذت میشه به عنوان محور، لذا جامعه سازماندهیش بر مبنای لذته، علمش هم بر مبنای لذته، جامعه بر مبنای لذت کانالیزه میشه و شکل میگیره و یک ساختمانی به صورت به این صورت بزرگ در میاد. و تمدن علارغم چیزای خوب داره، ولی چون محور لذت داره، مشخص جهتش. اما توحید نخیر، وقتی توحید محور شد، کاری به توحید، هر شیعی زمانی که بانوان محور شد، جامعه رو به همون سمت سوق میده. رضا چیزی که خدا از ما خواسته اینه که توحید رو بانوان محور قرار بدیم و جامعه ما شکل بگیره. موسیقی